سلام، اینجا اولین قسمت از برنامه نامه عربده کشه. توی برنامه میخوایم کنار هر قسمتی که از لوموس پخش میشه یه سری از نظر مخاطبای برنامه که حرفای تند و تیز و یا شاید مستقیمی بهمون زدن رو بخونیم و البته تا جایی که ادب و اعصابمون اجازه میده یه جوابای تقریبا غیر معمولی بهش بدیم. اینجوری هم صحبتای شخصی خودمون از لوموس حذف میشه، طبق نظر بچه‌ها که میگن به حاشیه نرین دیگه کمتر به حاشیه میریم، و اینکه خب یه فرصتی هم واقعا پیش میاد که دق و دلی خودمون رو توی برنامه خالی کنیم. البته واقعا باید بگم که همه اینا کاملا شوخیه، یه برنامه حاشیه‌ای خواستیم بسازیم که در کنار لوموس یه جنبه سرگرمی داشته باشه و از همه بچه‌هایی که برامون کامنت میذارن چه انتقادی چه تند هرچی خیلی خیلی ممنونیم. و نکته مهمتر هم این که ما فقط به نظرهای واکنش نشون میدیم که به صورت عمومی منتشر شده باشن، نظرهایی که توی پرسشنامه یا در قالب پیام شخصی اومده باشه رو هیچ کاری باشون نداریم. ولی من ازتون دعوت میکنم که اگه دوست دارین نظرتون توی این برنامه قسمت‌های بعدی شنیده بشه و ما بهش واکنش نشون بدیم، وایستونو تأکید میکنم وایستونو به اکانت پشتیبانی تلگرام ویزاردینگ سنتر بفرستین. حالا لینکش رو توی شونوت میذاریم یا توی همه کپشن این برنامه. یوزرنیمش هست ویزاردینگ سنتر آندرلاین ساپورت. یا وایس بفرستین مؤدبانه لطفاً، هر چی دل تنگتون خواست بگید و منتظر جواب ما هم باشین. چرا آخری ساپورته؟ ویزاردینگ سنتر که خودش همون... ویزاردینگ سنتره، چی دوست داشتی باشه؟ چرا ساپورت؟ خدا چرا واقعا؟ حالا قبل از اینکه بچه ها سلام کنن من اسپانسر این برنامه رو معرفی کنم. اسپانسر این برنامه پنیر کیبیه که زحمت کشیده اسپانسر برنامه شده. اسم اصلی شو بده دیگه. تنها چیزیه خوب. که بیرون ایران کیبی نیست، اینجا کیبیه، چون بقیه چیزا فقط داخل ایران. آره. خیلی دقیق بازش میکنی، امیدم میدونین من قبل از اینکه سلام کنم، ببخشید اول آدم باید سلام کنه، ولی قبل از اینکه سلام کنم امید پیش از ضبط از هممون تعهدنامه کتبی گرفته که فوش ندیم و نمیتونیم حرف رکیک بزنیم متاسفانه. آره. مثلا این افکت بوغه رو ندارم چون من میخوام اینا ادیت کنم، مثلا این افکت بوغ ندارم. خواهی اون خب شلاق سلام. منو بذاریم جاش، هر وقت خواستم فوش بدم یه شلاق میزنم. خب سلام خدمت همتون، با یه برنامه جدید در خدمتون هستیم از مرکز دنیا جادوگری که زحمت کارها اینو امید میکشه دیگه، این گردن من نیست. این که امیدوارم این هر چند دقیقه که این برنامه طول میکشه همین اپیزود هم اپیزودهای رندش کنار هم دیگه خوش بگذرونیم بخندیم، و امیدم شرکت همه اینا صرفا شوخیه. بله منم سلام میکنم به همه شما و به آقا عیسی به خاطر کیفیت بسیار واضحی که من الان دارم از بچه ها میبینم. دمش گرم. عیسی کیه؟ باعث و بانی اینترنتت. یکی از باعث و بانی. از طرف من هم سلام، خوش اومدین به این قسمت از برنامه نامه عربده کش. خوشبختانه زیاد سخت نبود دنبال کامنت های تند و تیز بگردیم، چون فقط نمیخوایم چیزی که حالا مربوط به خودمون هست و بخونیم. تند و تیز که حالا اشکال ندارم، مگه اصلا انتقاد از برنامه نشه که کار خودمون داره، ولی یه سری چیزای عجیب غریب هم هست دیگه. به هر حال میگم ما اومدیم اینجا یکم اعصاب خودمون هم راحت کنیم. من خودم اول از همه شروع میکنم دیگه، بیشتر از این وقت نگیریم. یه آقای یه جایی یه کامنتی گذاشته اصلا به میلاد و امید نمیاد که اینطوری صحبت کنن، اشارش به تیزر بیدل قصه بوده. افسانه‌ی بیدل. حالا یه چالش برای بچه ها، اگه تونستین بگین اون تیکه موزیک بین صحبت میلاد و امید با چه فیلمه. من نمیفهمم یعنی چی به امید و میلاد نمیاد اینجور صحبت کنن، چون ما توی اون ویدیو داشتیم با لبخند و ملایم حرف میزدیم. فکر کنم بچه ها خیلی علاقه پیدا کردن، میدیدوری تبدیل به فتیش شده که مثلا من و میلاد ذره عصبی طور مثلا حرف بزنیم. حالا اگه دوست داشتین بیدلو یکم خدا وکیلی خیلی بی انصافیه بابا، ما 90 تا اپیزود لوموس پخش کردیم
از این 90 تا شاید سرجم تو 10 تاش عصبی بودیم، یعنی 80 تاشی که آره آقا خداییش آقا کل سیزن 1 و 2 بیشتر سیزن 3 ما همش داریم آروم صحبت میکنیم، حرفای چونم در مورد قصه صحبت میکنیم، در مورد کتاب خونی صحبت میکنیم. مثلا آقا خشن دوست دارم چرا بمانه هارش دوست دارم میگم که من احتمالا بچه ها هارش دوست دارم. حالا بیدل اولش بیدی برحال میخوره یه ذره بیدول یعنی ندیشه آقا این که فرش نبود بعد در مورد اون آهنگه هم بگم که ببخشید در مورد اون آهنگه هم بگم چون همه کارهای اونو من انجام دادم شاید حالا بقیه در جریان نموشن. در مورد اون آهنگه هم آهنگه هیچ فیلمی نیستش داداش، اگر آهنگ تی حتی کوچکترین قسمتی از آهنگ یک فیلم باشه یوتیوب کپی رایت میزنه بهش و اصلا گن میخوره به تمام برنامه هایی که ما واسه یوتیوبمون داریم. مال هیچ فیلمی نیستش، اینا آهنگ های آماده هستش که کپی رایتشو برای فروش گذاشتن و میشه تاییدش کرده. اون هیچ فیلمی نیست. خودتو درگیر نکن. یکی دیگه هم یه کامنتی در مورد من سحر گذاشته بود که میسپرمش به سحر، اصلا اشاره هم نمی کنم. فقط آخرین نظر رو میخونم از یه آقای توی کست باکس. نشست دوستان سلام، اوایل عالی بودین. هرچی میذاره واقعا دارین افت میکنین. توجه کنین افت. آره. من شاید احساس میکنم یه وایس کلاب هاست رو گوش میدم. میلاد عزیز نیازی نیست انقدر محکم چیزی رو نقد کنین. امید عزیز معمولا منتظر میمونین کسی چیزی بگه و فقط مخالفت میکنین. اتفاقا اگه بدونی من چند وقت منتظرم این برنامه رو اجرا کنیم تا با کامنت تو هم مخالفت کنم. حالا بنده خدا خشایار نظرش رو میگه، چطور انقدر تون پاسخ میدین به سادگی؟ مگه هدفتون چیزی به غیر از لذت بردن از صحبت درباره دنیای جادوگریه؟ بله همین مخالفت ها خودش کلی لذت داره. به عنوان یه مخاطب پیشنهاد میکنم با هم مهربون تر باشین. ما همدیگر خیلی هم دوست داریم ولی همونجور که اوایل گفتیم هارش دوست داریم. یه جایی لذت بردن از صحبت مهمتر از فکته. نه واقعا یعنی چی لذت بردن از صحبت مهمتر از فکته؟ این چیه؟ یعنی یه چیز اشتباه بگیم ولی لذت ببریم. خیلی وقتا از واقعیت فاصله میگیرین بدون اینکه حتی خودتون بدونین. واقعیت چی هست؟ یعنی چی؟ من قرار نبود از صحبت لذت ببرم. اشکالی هم نداره. چه بویی بخوریم آقا ما؟ مگه دیشه نانوشته غلط داره؟ ما واقعا اینم نمیفهمم. هر موقع از داستان فاصله میگیرین این اتفاق میفته. اول پادکست ادعای نداشتین و جستجوگر بودین. نه والله اولش هم ادعا داشتیم. شما اپیزود 0 رو گوش کنین پر از ادعا بود. همین هم من رو جذب کرد. اما الان دیگه اون ویژگی در صحبتاتون نیست. عجب. باش. خیلی تاثیرگذار بود. واقعا خیلی تشکر میکنم. به هر حال ممنون که کامنت گذاشتی. آره حالا قبل اینکه سحر بگه من میخواستم یه کامنت رو اشاره کنم که دوباره حالا نمیدونم حالا یه آقای یا یه خانومی تو کست باکس نوشته که دلیل اینکه تحلیل کردم دلیل اینکه سحر کم حرف میزنه تقصیر مقصرش خشایاره، به خاطر اینکه همش چیکار میکنه خشایار چون اونقدر وسط کار سوالای مسخره میپرسه که وقتی برای این بنده خدا نمونه که صحبت کنه. نمیدونم الان این فکت مثلا این سوالات مسخره توی کتش مارک رو من فصل پیش احساس بکنم من بیشتر تو سیزن پیش سوالات مسخره مطرح میکردم. الان سوالات مسخره کمتر مطرح میکنم، شاید به حاشیه میزنم ولی نمیدونم چیه. مطمئن خودش بگه چرا کم حرفه. بابا بدم کنی تو رو خود شروع کنه. الان اینجا از تو دفاع کرد یا تو رو تخریب کرد؟ من اینجا سواله برام، من اینم یکی از سوالات مسخره منه الان. بله خشایار این مسخره بازی ها رو جمع کن دیگه، سرویس کردیم. تو یوتیوب یا آقایی گفتن که چرا حس میکنم امید کنار سحر نشسته یکم معذبه، کراش داره نکنه. یه خانم دیگه ای تو کامنت های اینستاگرام گفته بودن سحر همش دنبال تایید امید، انگار یه چیزی اون وسط در جریانه.
و الی آخر، یعنی شما فکر نکنید به این دو نفر محدود میشد. من نمیدونم واقعا، آقا برای خودتون لطفا زندگی جور کنید و کمتر سلیار ترکی ببینید. نمیدونم چرا همیشه باید یه حاشیه یه ربطی داده بشه بین دوتا هر شخصیتی که یه کاری انجام میده. یکی دیگه که حالا وارد نمیشیم چون به پرسشنامه ها ربط داره، ولی خدا وکیلی همچین چیزی نیست و نمیدونم ریشش از کجا میاد حقیقتا. هیچی کمتر سلیار ترکی ببینید. حالا ما قبلا شاید رو کلن توی اسکایپ بودیم، از این حرف حدیث ها بینمون نبوده، اشکال نداره. به هر برنامه ویدیویی فکر کنم از جنسیت های مختلف باشن از این کامنت ها بگیرن. به این من واقعا درک نمی کنم، واقعا دارم میگم این یعنی چی؟ یعنی هر دختر پسری که یک مقدار با هم دیگه رابطه خیلی خوب و نزدیکی دارن حتما اون پشمشتای یه کاری با هم دیگه میکنن، یه سر و سری دارن، یعنی چی؟ مثلا من نمیفهمم. Searching for beep effect. آره دیگه. به خدا خیلی جدی دارم، بابا زمان قاجار نیست آقا رفیق دوست من، به خدا زمان قاجار نیست، حتی زمان اوایل انقلاب هم نیستش، تموم شد، مرد اون تفکر، مرد. اصلا اگه حتی یک نفر هم همچنان چنین تفکری و پس ذهنش هم داره، باید این یه دونه از این چیزا فرزای جراحی ورداش، این قسمت بالای سر رو برید رید تو مغزش. من خیلی صریح دارم. بله خیلی محترمانه. آره واقعا خیلی جدی دارم میگم. آخه یعنی چی؟ با من خودم این یکی از نشانه های لوموسه آیه امید خان، که چی؟ یعنی این همین تصویری ریدن تصویری. تو همین سیزن هم یه بار داشتیم دیگه که امید اصلا به این بهونه دعوت کرد شنونده ها رو که بابا بیاید یوتیوب ببینید الان میلاد داره تصویری میرینه نشون میده ریدن بچه ها تو هاگوارتس رو. دوست صمیمی و نزدیک دارم که دختر هستن، هیچ چیز خاصی هم نیست، کلی هم شاید تو شوخی کردن و راحت بودن با اونا خیلی راحت تر از پسرها هم باشه. خیلی جاها هم به دادم رسیدن، حرف زدن با هم، کمک هم کردن، هم از نظر روانی هم از نظر فرصت های کاری و غیره و زالک. نمیفهم یعنی چی هر کسی بود یه دختر سلام علیک داره، یه ارتباطی داره، حتما یه سر و سری دارن. بابا بشاش تو این تفکرات رفیق، اصلاح کن نوع نگاه تو به یه سری چیزا، اصلاح کن. ببین حالا داشتی اینو میگفتی، من اون صمیمی‌ترین دوستم که گفتم یک سال مهاجرت کرده و بند. از هر کسی به هم نزدیک داره اونم پسره. و شما حالا فکر کن، من نمیدونم واقعا چرا حتما باید یه چیزی باید بین دو نفر وجود داشته باشه. عزیزم بریم سراغ بعدی. یه آقای دیگه توی یوتیوب گفتن که سلام خسته نباشید، حرفی که راجع به انتخاب بازیگر، انتخاب بازی چقدر عجیب، انتخاب بازیگر واسه سریال یه چند دفعه گفتین، خیلی سخت خوندن متنشون واقعا. راجع به سیاه‌پوست بودن یک کاراکتر، مثلا هرمیونی، مگه تو کتاب نویسنده راجع به شکل ظاهری بازیگرا رنگ پوست و مو اینا نگفته؟ پس این تیکه هایی که سحر میندازه چیه؟ ببینید من صحبتم اینه که مثلا بلوند نبودن پتونیا توی فیلم شما رو اذیت نمیکنه، ولی این که مثلا هرمیونی یهو رنگ پوستش عوض شه برای شما اذیت کننده است، اگه هست و اولیه نیست و دومیه هست، خب این یه چیزایی نشون میده در مورد نگرش و تفکر شما که توصیه من بهت اینه که عوض بشه، چون توضیح هم خواسته بودین توضیح دادم. یک اختلاف فاحش بین تفاوت ظاهر کاراکتر کتاب و فیلم ها همه پتونیاست که موهاش بلونده، ولی خب چیزی که توی فیلم میبینیم کاملا سیاه پرکلاقیه. و یه چیز دیگه سن کاراکتر هاست، یعنی شما مامان هری و وقتی توی یادگاران مرگ میبینین تو فیلمش که شبیه آدم یه 40 ساله است، اصلا چروک داره،
اون تو اون سنی که مرده 21 سالش بوده. همچین چیزی شما رو اذیت نمی‌کنه. انقدر فاحش، یا مثلا اسنیپ که قشنگ مرز 50 سالگیش اومده بازی کرده نقشه کاراکتر 30 ساله رو. این چیزا اذیتت نمی‌کنه، ولی تغییر رنگ پوست اذیتت می‌کنه. خب این خیلی چیزا در مورد شما میگه. یا اصلا یه میم خیلی معروفی هست که نوشته که هری you have your mother's eyes، بعد چشمای دنیل آبیه، چشمای لیلی تو بچگی قهوه‌ایه، چشمای بازیگر لیلی تو بزرگسالی اصلا باز یه رنگ دیگه است، یعنی گلبهیه، یشمیه، خال پشمیه، عجب. به هر حال هیچ گونه سبز نیست. بله. نه حالا من رنگ چشم از قصد نگفتم، چون خب مو خیلی میزنه تو چشم، یا اختلاف سن خیلی فاحشه. خب وقتی این چیزا اذیتت نمیکنه، مشخص مشکل چیه. واقعا اگه پاش بیفته، چون حالا قبل از این ضبط اپیزودم خود صحبت داشتیم با هم میکردیم، من یه بار اینو تو لوموس گفتم، اینجا هم تکرار میکنم، از گفتنش هم ابایی ندارم، اگه پاش بیفته مردم ایران پشت، یعنی دست هر چی نجات پرست دنیا سرپوش می‌بندن، دو سه تا هم چک می‌زنن بهش. خیلی جدی دارم میگم، اینم نمی‌دونم فرق فرهنگیه، فرق فکریه، عدم رشد اجتماعیه، هر چی که هستش، من دلیلش رو نمی‌دونم، به منم ربطی نداره که بدونم، ولی طبق چیزایی که من دیدم، مشاهداتی که کردم، حرفایی که زدم با خیلی از آدما، مخصوصا تو نسل‌های جدیدتر، این خیلی بولده و کاملا مشخصه که خیلی هم خطرناک. خب من اول با یه توییت میخوام شروع کنم. یه دوستی تو توییتر گفته درود و سپاس از تلاشتان برای افروختن نوری در این روزگار ظلمانی. لازم دیدم نکته رو خدمتتون عرض کنم. میلاد در جای ابتدای همین اپیزود گفت که ایران با آلمان نازی و هیتلر رابطه بخصوصی داشته و کمک کرده مشکلاتی برای ایران فراهم آورد. در ادامه گفته خیر چنین نیست، در واقع همونطور که گفتین ایران الان بی‌طرفی کرد، رابطش با آلمان هم معمولی بود، تعداد اتباع آلمانی مستقر در ایران بسیار کمتر از انگلیسی شوروی بودن. اوکی بقیه یه بار دیگه بشین بخون یه بار دیگه بقیه بشین تاریخو بخون. من معمولا این چیزا رو مستند میگم، من خودم در نمیارم، هر جا هستی موفق باشی. من واقعا یه چیزی که توی تمام این دو و نیم سال سه سال که داریم لوموس رو میسازیم و تهیه میکنیم، یه چیزی که یه موقع واقعا فکرم مشغول میکنه و یه جاهایی هم اذیت میشم، اینه که یه سری دوستان میان دقیقا همون حرفایی که ما زدیم و به شکلی کامنت میذارن که انگار ما نگفتیم و میخوان که ما رو متوجه کنن که یه همچین چیزی بوده، و یه موقع واقعا خسته ناراحت میشم خدا وکی، یعنی احساس میکنم ما مثلا دو ساعت نشستیم حرف زدیم و تمام این دو ساعت رو نشسته بودیم بادمجون واکس میزدیم، یه چی توی این مایه ها، مثلا انگار ما هیچی حرفای ما رو متوجه نشدن. و مثلا حالا لوموس که به قول خودتون بیشتر 90% داریم میشنوید دیگه، یعنی اون فوکوسه رو شنیدن است، چی میشنوید؟ پس دو نفر هم کامنت گذاشتن در رابطه با ارتباط دامبلور و سیریوس ما هم دیگه. بابا به خدا من دارم خودمو پاره میکنم، 5-6 تا اپیزود من دارم خودمو جر میدم، میگم آقا این دوتا با هم دیگه در ارتباطن، با هم نامنگاری دارن میکنن. حالا من به اون بخشش اشاره نکردم، صبر کردم که برسیم به اونجا دیگه، اصلا من چی کار باید بکنم؟ نشنیدینی اصلا؟ مگه میشه آخه؟ بابا لام از سوادقین میشنوین شما، شلاقت حالا... بزنم کیو منو بابا گم شد بابا، نه صداش کم بود بایست صداش اومد بیا. بعد یه دوستی هم گفته در رابطه با اوورریتد بودن سدری کاملا با امید موافقم. What the fuck بابا 90 تا اپیزود اومده، بعد اصلا این صدای منه. امید جان بگو من امیدم. بابا من میلادم دیگه، چرا نمیفهمی من میلادم؟ تو که محمد رضا شجریان بودی که. واقعا من نمیفهمم چی جوری بعد این همه اپیزود که ما داریم، اول هر اپیزود با
صدای خودمون اسممونو میگیم هنوز فرق بین من و امید رو نفهمیدیم، فرق بین خشایار و میلاد، خشایار و امید. خدا رو شکر سحر اصلا توناژ صداش با من فرق میکنه. ببین اصلا من اینو بارها گفتم، اصلا بچه ها بعضی موقع گفتن آقا یعنی چی، چه مسخره بازیه بعد خودمون معرفی کنیم. گفتم که بابا دارن پادکست گوش میکنن، ما بعد خودمون رو معرفی کنیم که صدامون رو بشناسن. ولی قربونش برم 90 تا اپیزود به قول میلاد خودمون رو معرفی میکنیم اولش، بعد حالا هنوز نشناختن دیگه. خوبه که مثلا صدای من و سهر رو اشتباه نمیکنن با هم. بله میگم what the fuck واقعا. بابا به خدا من میلادم، امید بنده خدا اصلا یه نظر دیگه ای در مورد سیدریک داشت و نظرش کاملا یک نظر میانه بود، یک نظر معتدل بود. من یک مقدار نظرم از اون سمت تند بود، سهر هم نظرش از این سمت تند بوده. امید بچا امید همون بود که در مورد پوزیشن سیدریک صحبت میکرد، همونه که به من نظر داره میدونی، یه چیزی اون وسط درجه. من در نهایتش اینه که به سیدریک نظر داشته باشم که اونم ندارم. آره. بعد یه دوست دیگه ای هم اومده گفته که من، چون گفتیم که اسمار نمیخونیم، این دوست هم تو کسباکس گفته که تو کسباکس گفته که میلاد جان شاخص‌ترین همبستگی مدنی قرن گذشته انقلاب مشروطه بوده. باهات مخالف نیستم ولی موافقم نیستم. به نظر من شاخص‌ترینش نبوده، چون تبعاتش نمیتونم بگم که خوب بوده یا بد بوده یا هرچی که بوده، ولی چون پایه‌گذارش یک سری اتفاقات خاص بوده، من هیچ وقت اینو به عنوان شاخص‌ترین رویداد معاصر ایران قبول ندارم، رویداد مدنی ایران قبول ندارم. به نظر من با توجه به چیزایی که خوندم مطالعه کردم، شاخص‌ترینش از نظر من همون اعتصاب درباره قرارداد تنباکو، توتون و تنباکو بودش. هرچند که تو همون اپیزودم اشاره کردم که درسته که تلفنمون زنگ خورد، ببخشید، درسته که بنیانگذارش روحانیون اون دوره بودن متاسفانه، ولی خب تبعاتی که داشتش قطع شدن امتیازاتی بود که یک سری آدم برای استثمار و استعمار ایران داشتن استفاده میکردن و فکر کنم اون مدنی تر میتونه باشه، هم ملی هم مدنی تر میتونه باشه. دلم نمیادش دوستی که این کامنت رو گذاشتی روستت کنم. روست نمی کنی میلادا، ببین کارو. آره من واقعا دلم نمیاد روستت کنم. چرا زمان فارسی اینقدر بیگانه ای؟ باید کبابش کنی. کباب میشه ولی خیلی مسخره است. ببخشید من تحت تاثیر کلی مسکن هستم به خاطر اینکه فکمکم ترکیده، به خاطر همین نمیتونم زیاد عصبانی باشم. اگه اون چیز مد نظر الان از من نمیبینیم به خاطر اینه که یه مقدار تحت تاثیر مسکن. اگه فانتزیاتون رفع و رجوع نشد به خاطر اون ژلوفن است. تو قسمت‌های بعدی حالا این اتفاق میفته. و در آخر من میخوام یه بخش دیگه هم حالا به این اپیزود اضافه کنم، اینه که من هر دفعه که این برنامه رو داریم میخوام یه کامنت یا ایمیل خیلی قدیمی از دمنتورم بخونم که از همین چیزای ایمیل من نخونی ها. نه حتی میشه مگه خود از ایمیل من. آره خشایار یه سری ایمیل داره تو آرشیو دمنتور که معلوم نیست به چه زبانی نوشته، فکر کنم مثلا مال زبان سیاره مشتری بوده. یکی توی دمنتور قدیم بعد از یکی از دفعات بسته شدن که نمیدونم کدومش بوده کامنت گذاشته که سلام، من از اون دسته از طرفدارای دمنتور که وقتی اینجا تأسیس شد تازه داشتم حرف زدن یاد میگرفتم. What؟ یکی دو سال پیش با هری پاتر آشنا شدم، بعدش با طرفدارای هری پاتر، اون موقع تازه به عنوان یک فن هری پاتر معنی واقعی دنیای خیالی رو فهمیدم. اون موقع فقط چند تایی فن فیکشن خوندم و ارتباط کمی با سایت داشتم چون چندان سنی نداشتم، اما کاملا لذت بردم. من اینجا زندگی رو احساس کردم اما بعدش به دلایلی ازش فاصله گرفتم. تا چند روز پیش که به خاطر یه سری فشارا دنبال یه جا میگشتم تا خودم اونجا خالی کنم، و چه جایی بهتر از یه جمع گرم دوستانه، اونم توی دورانی که هیچ جایی برای ما نوجوانا نیست.
من به هوای دنیای زیبا و آزاد یه جمع دوستانه حسابی خودم آماده کردم و وقت اومدم با این پیام روبرو شدم. من میخواستم اینجا خودم خالی کنم و مشکلاتم به فراموش بسپارم، اما حالا کجا خودم رو رها کنم؟ از شما احتمال زیاد به توالت نیاز داشتی، نه به دمنتور. خالی کردن و رها کردن. ای بابا، البته میدونی که تقریبا همسن شما بودن دیگه. آره احتمالا همسنی. بسته شدن دمنتور هم مثل خدافزی ابی بود دقیقا. آره فقط فرقش بود که ابی پول در رو نداشتیم متاسفانه. خب مرسی ازتون، یادتون نر کامنت بذاره. آره منتظر کامنتاتون هستیم دیگه، برامون کامنت بذارین، سعی کنین چیزایی بگین که ما هم بتونیم حال کنیم، یه حالی به هم. کامنت های رستخیز. نه حالا رستخیز نه، چیز چرت و پرت هم بگین ما خوب میتونیم تفسیرش کنیم، مثل کتاب های هری پاتر نقدش میکنیم، یه چرت و پرت هایی تحویلتون میدیم حال کنیم دیگه. مرسی که مزخرفات ما رو تا اینجا گوش دادین. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.